سلام دوستان، من مسعود هستم و اینجا کانال ما داش یو اس او هست. خیلی از دوستان با من تماس گرفتن و پرسیده بودن که کسی که پوزیشن تحصیلی گرفته یا در واقع توی لاتاری اسمش در اومده و در نهایت میتونه ویزا یا گرین کارت آمریکا رو بگیره، آیا میشه در واقع باهاش ازدواج سوری کرد و درخواست ویزا و گرین کارت داد یا نه؟ و از اون طرف بودن افرادی که از من پرسیدن که الان من در واقع ویزا رو دارم و یا برنده لاتاری شدم و میخوام ازدواج سوری انجام بدم و این چه خطراتی داره، چه نکات مثبتی داره، چه نکات منفی داره و در مورد این مسئله از من پرسیده بودن. من امروز میخوام در مورد این براتون توضیح بدم، اما قبل از اون اگه این اولین بار هستش که از کانال من دیدم میکنید، لطفاً همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله کانال رو هم بزنید تا ویدیو جدید من رو از دست ندید. علاوه بر اینها ممنون میشم که توی پیج اینستاگرام، کانال تلگرام و گروه تلگرام شما رو همراه خودم داشته باشم. خب ببینید، شرایط رو در نظر بگیرید که یک نفری بوده که یه رزومه خوبی داشته، تونسته اپلای بکنه برای دانشگاه آمریکا و تونسته با توجه به سابقه تحصیلی و رزومه خودش تونسته بالاخره یه پوزیشن رو پذیرش بگیره، اما این پوزیشن بدون فاند بوده یا پارشال فاند بوده و هزینه ها زیاد هست و این فرد فکر میکنه که نمیتونه از پس هزینه های تحصیل خودش توی آمریکا و زندگی خودش توی آمریکا بر بیاد. حالا این فرد سوال میپرسه که آیا من میتونم با یه شخص دیگه‌ای که از نظر مالی، حالا چه آقا چه خانم فرق نمیکنه، شرایط خوبی داره ازدواج بکنم به صورت سوری و بعد بیام توی آمریکا و در واقع اون فرد در هزینه های زندگی من رو بده و هزینه های در واقع جابجایی من و مسافرت من رو از ایران به آمریکا رو بده، در عوض من بهش این قابلیت رو میدم که بتونه با ویزا توی آمریکا باشه. از اون طرف مثلا کسایی که اسمشون توی لاتاری در اومده میگن که خب ما ثبت نام کردیم برای لاتاری، الان هم اسممون در اومده ولی نمیتونیم هزینه‌هاشو پرداخت بکنیم. اگر کسی باشه که بتونه این هزینه ها رو ساپورت بکنه، ما میتونیم باش ازدواج سوری انجام بدیم یا نه؟ نکته دیگه که اینجا وجود داره این هستش که خیلی ممکن بپرسن که آیا اصلا کسی وجود داره، چه آقا چه خانم، که فقط به خاطر یک ویزای دانشجویی بیا ساپورت مالی انجام بده؟ بله بودند و هستند افرادی که خب بالاخره از نظر مالی وضعشون بهتره اما از نظر تحصیلی ضعیف هستند و اینها حالا تلاش کردن برای گرفتن پوزیشن حالا دانشجویی ولی نتونستن و این افراد خب بالاخره لازم هستش که به طریق خودشون رو به آمریکا برسونن و یا از نظر بحث زبان ضعیف هستن و دوست دارن که بیان تو آمریکا زبانشون رو قوی بکنن. این افراد هستن و وجود دارن که در واقع این کار رو انجام بدن. برای گرین کارت هم خب بالاخره ارزشمند هستش که گرین کارت لاتاری که شخصی بیاد هزینه رو پرداخت بکنه و بتونه گرین کارت رو بگیره، اما باید به نکاتی که در ادامه میگم حتما توجه داشته باشیم. خب حالا از من پرسیده بودن که این کار شدنی هست یا نه. از نظر شدنی بودن شدنی هست، اما یه سری نکاتی داره. نکته اول این که اون کسی که در واقع چه آقا چه خانم به عنوان وابسته به شما بر اساس ویزا میخواد وارد آمریکا بشه، از نظر ویزا و از نظر همه چی وابسته هستش به اون فرد اصلی و اگر یه زمان اون فرد اصلی بتونه پوزیشنش رو براش فاند پیدا بکنه یا بالاخره به تحت شرایطی بتونه از پس هزینه‌های خودش بر بیاد، میتونه از اون فردی که ساپورت مالی میکرده درخواست بکنه که خب دیگه رابطه ما تموم بشه و چون اون ویزای اون ساپورتر وابسته هستش به اون ویزای اصلی، در واقع استاتوسش از بین میره و باید خاک آمریکا رو ترک بکنه. پس اینو حتما باید مد نظرتون داشته باشید. در مورد لاتاری همچین چیزی نیست. با لاتاری به نخره بهشون گرین کارت داده میشه و میتونن تو خاک آمریکا بمونن و مشکل از این نظر نداره. نکته دومی که اینجا وجود داره این هستش که آفیسرهای سفارت به ازدواجهای زیر 2 سال حساس هستن و اون رو به چشم سوری میبینن، بنابراین چه برای ویزا، چه برای اون ویزای در واقع دانشجویی که غیر مهاجرتی هستش، چه برای ویزای حالا فکر کنید برای لاتاری که مهاجرتی هستش،
باید بتونید آفیسر رو قانع بکنید و این قانع کردنش به شدت سخت هست و در واقع آفیسرها زرنگ هستن و خیلی راحت این نکته رو متوجه میشن. پس باید مدارک زیادی فراهم بکنید که نشون بده شما از 2 سال قبل در ارتباط بودید، مثلا عکس‌های مشترک، خیلی مدارک دیگه، و این جور کردنش سخته. مورد سوم که اصلا پیدا کردن همچین فردی که شما رو ساپورت مالی بکنه فقط در قبال ویزا واقعا سخته، چون کسی اگه بتونه در واقع ساپورت مالی بکنه خب از نظر مالی وضعیتش خوبه، میتونه برای سایر روش‌های ویزا اقدام بکنه، مثلا بیاد ویزای سرمایه‌گذاری بگیره، میتونه بیاد توریستی بگیره بعد وارد آمریکا بشه و تبدیلش کنه به اقامت و خیلی کارهای دیگه اینجوری میتونه بکنه که دیگه واقعا ازدواج فقط برای گرفتن ویزا، اونم ویزای دانشجویی، واقعا من کیسش رو خیلی کم و بعید میدونم. و مورد چهارم که از همه مهمتر استش، این ازدواج سوری فقط به خاطر ساپورت کردن مستاق بارز ویزا فراد هستش که من قبلا ویدیو راجع به ضبط کردم، لینکش رو این بالا میذارم. ببینید ویزا فراد یعنی شما هر کاری انجام بدید و هر مدارکی و هر تغییر در مدارکی ایجاد بکنید که روی تصمیم آفیسر برای دادن ویزا به شما تاثیر بذاره. این هم ازدواج سوری، یعنی ارائه کردن تمکن‌های مالی، ارائه کردن خیلی مدارک دیگه، این هم مستاق ویزا فراد هستش و میتونه جریمه سنگین نقدی داشته باشه تا 250,000 دلار و حتی زندان داشته باشه تا 5 سال. و اصلا من توصیه نمی کنم. دقت بکنید، شما حتی اگر که گرین کارت رو هم بگیرید، این ویزا فراد اگه یه زمان لو بره میتونن گرین کارت شما رو باطل بکنن، اون جریمه ها و زندان رو شامل حال شما بکنن و بعد دیپورتتون بکنن. بنابراین ازدواج سوری کردن فقط به هدف گرفتن ویزا یا فقط به هدف گرفتن گرین کارت از طریق لاتاری اصلا نه اخلاقی هست، نه موجه هست و نه به خطرات و ریسک هایی که بعدش داره میارزه. خیلی ممنونم که تا این ویدیو من همراه بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود و به دانش شما نکته‌ای رو اضافه کرد، ممنون میشم که اون رو لایک بکنید و با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. و اگه تا حالا تو کانال من سابسکرایب نکردید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله کانالش رو هم بزنید تا ویدیو جدید من جا نمونید. خیلی ممنونم.